خواست جبهه ملی و هیئت کنگره آمریکا مبنی بر اصلاحات عمیق در نظام سیاسی افغانستان. عدم توافق شورای عالی صلح با برخی خواستهای هیئت حزب اسلامی حکمتیار و آغاز رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. سلام، امروز یک شنبه سوم ثور سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 22 ماه اپریل سال 2012 میلادی. من اورانوس مصمم هستم. مصوبه سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نهایی شد. این سند از سوی هیئت های دو کشور نهایی گرده و قرار است به منظور مشوره به پارلمان های هر دو کشور ارائه گردد. گفته می شود مسئله ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان به اساس توافق دو طرف در این سند شامل نیست. توجه کنید به گزارش در این زمینه. گفتگوها که برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از حدود 1.5 سال پیش شروع شده بود، سرانجام روز یکشنبه پایان یافت. بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، مسوده توافقنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا توسط دکتر رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی و رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نشانی و مبادله گردید. دکتر رنگین دادفرس پنتا گفته است این سند در نهایت برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان و پیشرفت منطقه یک سند بسیار قوی و نیرومند می باشد. آقای اسفنتا می افزاید برای نهایی شدن مسوده این سند گفتگوهای دشواری را انجام دادند. قبل از این که این سند آماده گردد، من دو مرتبه به پارلمان افغانستان رفتم و نمایندگان مردم را در جریان قرار دادم و فردا وزیر خارجه کشور به مشران جرگه می رود و آنها را در جریان قرار می دهد و من نیز به ولیسی جرگه می روم و به نمایندگان مردم افغانستان راجع به محتوای سند توضیحات لازم را ارائه خواهم کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از دکتر اسپنتا نقل شده است که پس از امضای این سند توسط رؤسای جمهور دو کشور به اساس قوانین افغانستان، متن توافقنامه همکاری های استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به مجلس نمایندگان و بعدا به مجلس سنا فرستاده می شود و پس از تصویب هر دو مجلس و توشیح رئیس جمهور و نشران در جریده رسمی نافذ خواهد شد. از سوی دیگر، رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا اظهار امیدواری کرده است که این سند بنای محکم و یک تهداب پایدار و دراز مدت بین دو کشور مستقل و دارای حاکمیت باشد. از طریق این سند همکاری های استراتژیک، ما دوستان خود را در افغانستان همکاری خواهیم کرد و زمینه را برای انکشاف بیشتر افغانستان به سوی یک کشور متحد با ثبات دموکراتیک و دارای حاکمیت مساعد خواهیم ساخت. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکا گفته بودند که سند همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور قبل از نشست شیکاگو که در ماه مه سال روان برگزار می‌شود به امضا می‌رسد. پیش از خروج نیروهای خارجی باید اصلاحات عمیق در نظام سیاسی افغانستان وارد شود. جبهه ملی و هیئت کنگره آمریکا در کابل با ابراز این مطلب در اعلامیه نظام پارلمانی را بهترین راه حل برای بن‌بست‌های سیاسی کنونی می‌خوانند. در همین حال اعضای این جبهه با آنکه بر حمایت از گفتگوهای صلح تاکید دارند، اما به مخالفان مصالح دولت هشدار می‌دهند که اگر آنان در فکر جنگ باشند، با مقاومت مردم افغانستان روبرو خواهند شد. جمایل فرید گزارش می‌دهد. هیئت کنگره آمریکا روز یکشنبه با اعضای جبهه ملی در کابل دیدار کرده و در یک اعلامیه مشترک با انتقاد از نظام کنونی افغانستان، نظام پارلمانی را یگانه راه حل بن‌بست‌های سیاسی عنوان کردند. جبهه ملی و ما از هر نوع تلاش برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنیم، اما تاکید میکنیم که تمام احزاب و گروه ها باید در روند صلح شرکت کنند و ارزش های کلیدی، حقوق تمام گروه ها و رد افرادگرایی و خشونت در اولویت این روند قرار داشته باشد. در همین حال اعضای جبهه ملی با آنکه بر گفتگوهای صلح تاکید دارند و مخالفان هشدار میدهند اگر آنان در فکر ادامه جنگ در افغانستانند، با مقاومت مردم روبرو خواهند شد. اگر ملا عمر، اگر سراج الدین حقانی سلا را به زمین بگذاره، با پروسه صلح بپیونده و ورا، ما شخصا خود ما میریم به دسته گل استقبال میکنیم. اگر جنگ ادامه بده، این جوانای افغانستان، مردم افغانستان در برابر دنا مقاومت خود ادامه میدن.
این دومین دیدار هیئت کنگره آمریکا با جبهه ملی است. پیش از این دو طرف در برلین و آلمان در مورد تغییر نظام کنونی افغانستان بحث و گفتگو کرده بودند که این بحث ها با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شده و وزارت خارجه افغانستان آن را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده بود. شورای عالی صلح میگوید با برخی از طرحهای پیشنهادی حزب اسلامی حکمتیار که توسط هیئت اعزامی آن حزب در کابل به بحث گرفته شد موافقت نکرده است. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح میگوید لغو پارلمان افغانستان و ایجاد یک حکومت جدید موقت بخش از طرحهای پیشنهادی حزب اسلامی حکمتیار بوده است که شورای عالی صلح عکس العمل تحریری خود را به جانب حزب اسلامی فرستاده اند. تلاش کردیم تا نظر حزب اسلامی آقای حکمتیار را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. این عضو شورای عالی صلح همچنان از ادامه روند گفتگوها با طالبان به همکاری شما را از کشورهای اسلامی خبر می‌دهد. عبدالوکیل نایبی با شرح بیشتر. وقوع حملات اخیر در کابل اکثر موضوعات خبری به شمول نتایج دیدار هیئت حزب اسلامی حکمتیار را با مقامات دولت افغانستان تحت شعاع قرار داد که همکنون نزد مردم در این خصوص پرسش‌هایی وجود دارد که این مذاکرات با چه نتایجی خاتمه یافته است. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط بین‌المللی شورای عالی صلح میگوید هرچند گفتگوی اعضای این شورا با هیئت حزب اسلامی با صراحت لهجه و در یک فضای اعتماد متقابل صورت گرفت اما شورای عالی صلح با برخی از طرح‌های حزب اسلامی که مجرای قانونی نداشت موافقت نکردند. ما گفتند که پارلمان یا به اصطلاح شورای ملی ما و شما این بالکل لغو شد. خب این ما موافقه کرده نمیتونه لغو پارلمان، انحلال پارلمان در قانون اساسی ما تصریح نشده که کدام مرجع صلاحیت انحلال از این داره. یعنی مثال دومش هم برای شما میگم که اونا میگن که خب یک حکومت موقت جور شده، این هم در قانون اساسی ما برای ازیتو مثلا گنجایش وجود نداره، جواز حقوقی وجود نداره. آقای قاسمیار میگوید این موارد بخشی از طرحهای هفده ماده حزب اسلامی افغانستان بر رهبری آقای حکمتیار بود که این شورا عکس العمل تحریری خود را در این رابطه از ذریعه هیئت متذکره به جانب حزب اسلامی فرستاده است. به گفته وی پس از مطالعه دقیق روی طرحها و پیشنهادات جانبین احتمالاً بعداً گفتگوها میان دو طرف صورت گیرد. تلاش کردیم تا نظر هیئت اعزامی حزب اسلامی افغانستان را با خود داشته باشیم، با وجود همه تلاش‌ها موفق به این کار نشدیم. از سوی دیگر هرچند که آقای قاسمیار گفتگوها میان آمریکا و طالبان بر سر گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر و تبادله اسرای طالبان از گوانتانامو و اساکیر آمریکایی از نزد طالبان را در روند مذاکرات به تاثیر نمیداند، اما میگوید فعالیت های آنان مجزا از بحث های قطر جریان دارد. همه فعالیت های صلح ما و مصالحی که به حیث یک پروسه ملی و افغانی ما از او صحبت میکنیم ای منحصر به دفتر قطر نیست، بلکه جانب و جوانب فراتر از این داره. به گفته وی عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده از جمله کشورهایی هستند که در تلاش تقویت روند گفتگوها میان دولت و مخالفان مسلح می باشند. هفته گذشته یک هیئت 6 نفره حزب اسلامی به سرکردگی دکتر غیرت بهیر به کابل آمده بودند. علاوه از اعضای شورای عالی صلح با حامد کرزی رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و برخی شخصیت‌های افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرده بودند. مجلس سنا فیصله کرده است تا مسئولان امنیتی را به نشست عمومی برای پاسخگویی در مورد عدم جلوگیری از حملات مسلحانه هفته گذشته در کابل فرا خواند. شمار از اعضای مجلس سنا میگویند میان راهبرد نظامی و سیاست ملی هماهنگی وجود نداشته و باید در کنار نیروهای امنیتی باید راهبرد استخباراتی نیز ساخته شود. آنان همچنان میگویند کنفرانس شیکاگو برای افغانستان بسیار مهم میباشد و حکومت باید با آجنده شفاف و مشخص در شرکت کند. شماری از اعضای مجلس سنا در نشست عمومی روز یکشنبه این مجلس یک بار دیگر از موجودیت نواقص در کارهای ارگانهای امنیتی و استخباراتی انتقاد کردند. با گفته آنان نیروهای استخباراتی نسبت نواقص کاری نمیتوانند رویدادها را پیش از وقوع در نطفه خنثا کنند. با گفته آنها در کنار ارتش ملی و پلیس ملی باید بر ارتقای ظرفیت های استخباراتی نیز توجه گردد.
با توجه به اینکه در شرایط فعلی دموکراسی است باید استراتژی نظامی از سیاست ملی هر کشور مطابقت بکند، متاسفانه سیاست ملی که امروز حکومتگران افغانستان در پیش گرفته این سیاست ملی هیچگاه با استراتژی نظامی افغانستان مطابقت نداره. زبودا گویم طالبان سرا ملکی خلق همکار دی دی ملکی خلق پا همکاری باندی دادارکم بریدونت در سرکی دی دولت سرا ندی همکار کم ملکی خلق همکار دی آقا ملکی خلق چی یا سرانوال سید زور اولی یا خازی سید زور اولی دی یا امنیت ملی زور اولی یا امدی پولیس زور اولی دی یا اردو زور اولی او یا امریکایان او چی مخی دشپی وزد او سی دوره دی شروع بکره در جنگ سختگی امنیت ملی داخل دفاع باعث شده که حملات انتحاری را در افغانستان افزایش دیگر یا معنی مکلفیت بزرگی را که امنیت ملی در افغانستان دارن وظیفه ایست که حملات انتحاری باندهای تخریبی را قبل از اینکه را اقدام بکنن باید خونسا بکنن، اما مرحله خونساسازی در امنیت ملی بسیار کم است. شماره دیگر از اعضای مجلس سنا میگویند نشست شیکاگو برای تمویل نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با هراس افغانی بسیار مهم می باشد و حکومت افغانستان باید در این مورد آجنده روشن داشته باشد. مجلس سنا در اخیر فیصله کرد که نسبت نواقص استخباراتی مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی فراخواند. مجلس سنا میگوید هر قدری که ارتش و پلیس ملی نیرومند شوند اما در کنار آنها استخبارات ناتوان باشد، حملات مسلحانه هفته گذشته در کابل تکرار خواهد شد.